سرخط خبرها سازمان افعه بین الملل می گوید مردم افغانستان با سرکوب شدید مواجه هستند سازمان ملل متحد افغانستان به گورستان امید دختران تبدیل شده است وزیر دفاع پاکستان گفته است هنوز هم باور دارند که خدا با طالبان بود جبهه آزادی گفته از زمینه مداخله بشر دوستانه در افغانستان مساعد است. نماینده ویژه پاکستان تصور آمدن امنیت به منطقه پس از خروج ناتو از افغانستان اشتباه بود. حمله جبهه مقاومت ملی افغانستان بر یک ایست بازرسی طالبان در کابل با درود و سلام امروز پنجشنبه شنبه 6 ساور و و با 25 جمعه اپریل 2024 شما رو به مهمترین خبرهای افغانستان طی 24 ساعت گذشته. از خبرگزاری شانا دعوت میکنم. مشروع خبرها سازمان افغانستان بین الملل میگوید مردم افغانستان با سرکوب شدید. مواجه هستند این سازمان در گزارش اخیر خود از وضعیت حقوق بشری در افغانستان گفته است که مردم افغانستان از سرکوب شدید و نقض حقوق بشر رنج میبرند در این گزارش از خشونت و تبعیض علیه اقوام افغانستان بویژه هزارها انتقاد شده است در این گزارش گفته شده است که هدف از سیاستهای طالبان علیه زنان و دختران حذف آنان از عرصه های اجتماعی است گزارش عفو بینالملل درباره وضعیت افغانستان در سال 1402 دو روز قبل از گزارش وزارت خارجه آمریکا درباره وضعیت حقوق بشری در افغانستان و کشورهای دیگر منتشر شد در گزارش وزارت خارجه آمریکا به خشونت جنسی و حذف زنان از حوزه عمومی اشاره شده است عفو بین الملل در گزارش اخیر خود گفته است که آزادی های مردم شدیدا آسیب دیده است این سازمان تاکید کرده است اگر کسانی از طالبان انتقاد کنند با ناپدیدسازی سازی اجباری بازداشت غیرقانونی بازداشت خودسرانه شکنجه و انواع بدرفتاری خواهند شد در گزارش اف بینالملل به مواردی از بازداشت و شکنجه افراد اشاره شده است که قبلا نمایندگی سازمان ملل در افغانستان آمار آن را منتشر کرده بود این سازمان گفته است که طالبان هیچ تحقیقی درباره اتهامات شکنجه افراد نکردهاند سازمان ملل متحد افغانستان به گورستان امید دختران تبدیل شده است در روز جهانی دختران در فناوری اطلاعات و ارتباطات سازمان ملل گفته است در حالی که جهان تلاش می کند دختران بیشتری به این عرصه روی آورند افغانستان به گورستان امید دختران تبدیل شده است بخش زنان سازمان ملل گفته است در کنار دختران افغانستان خواهد ایستاد بخش زنان این سازمان در پستی تاکید کرده است برای ممنوعیت آموزش دختران افغانستان تسلیم نخواهند شد این سازمان گفته است که در کنار دختران افغانستان در مبارزه برای حق آموزش خواهد ایستاد روز جهانی دختران در فناوری اطلاعات و ارتباطات ارسال در پنجشنبه چهارم اپریل تجدیل می شود این روز به علت آگاهی دهی مشارکت و تقویت رهبری زنان در این عرصه نامگذاری شده است طالبان با تسلط دوباره بر افغانستان دختران بالاتر از سنف شش را از رفتن به مکتب و دانشگاه منع کردند به محکومیت داخلی و خارجی این تصمیم گروه طالبان آنان همچنان بر ممنوعیت آموزش دختران تأکید می کنند. وزیر دفاع پاکستان گفته است هنوز هم باور دارند که خدا با طالبان بود خاجه آسف وزیر دفاع پاکستان با رغم انتقادهای تندش از طالبان افغان روز پنجشنبه گفت که از اظهارات و توییت معروفش درباره پیروزی طالبان در برابر حکومت اشرف غنی نیست او تاکید کرد که فتح کابل توسط طالبان هنوز هم ستایش برانگیز است آسف بعد از واگذاری قدرت به طالبان در 22 سنبل 1400 خورشیدی با انتشار عکس مله برادر و مایک پامپی. و وزیر خارجه پیشین آمریکا در توییتر نوشته بود قدرت با شماست اما خدا با ماست الله اکبر وزیر دفاع پاکستان روز چهارشنبه پنج سور در مصاحبه با جیونیوز تاکید کرد که هنوز بر این حرفش ایستاده است او با اشاره به طالبان افغان گفت آنها بدون پشتیبانی قدرت های بزرگ یک ابر قدرت را شکست دادند آسف گفته است این پیروزی یک مظلوم است که من آن زمان ستایش کرده بودم و حالا هم ستایش میکنم پاکستان از حامیان اصلی طالبان در جنگ علیه دولت پیشین نیروهای غربی در افغانستان بود حکومت های گذشته افغانستان پاکستان را به حمایت و دادن پناهگاه به رهبران و فرماندار طالبان متهم می کردند مقام های پاکستانی از جمله حاج آصف بارها از حمایت طالبان افغان از طالبان پاکستانی انتقاد کردند گروهی که اکنون یک دردسر امنیتی برای پاکستان تبدیل شده است جبهه آزادی گفته از زمینه مداخله بشر در افغانستان مساعد است جبهه آزادی خواستار مداخله نظامی خارجی در افغانستان شد و از کشورهای جهان خواست تا با مداخله بشر دوستانه به سلطه طالبان در افغانستان پایان دهند جبهه آزادی گفته است که نشست بین المللی برای تصمیم گیری درباره آینده افغانستان برگزار شد این نخستین بار است که یک گروه سیاسی و نظامی بعد از سقوط دولت پیشین خواستار مداخله نظامی مجدد کشورها مانند حمله آمریکا در سال دو 2001 به افغانستان شده است مداخله بشر دوستانه به اقدام نظامی دولت ها در کشورهای دیگر برای پایان دادن به فجایع حقوق بشری مانند نسکشی ناب سامانی و ارجمرج مرج است جبهه آزادی روز چهارشنبه پنج سور به گزارش تازه وزارت خارجه آمریکا درباره نبض حقوق بشر در افغانستان واکنش نشان داد این جبهه گفته است که این گزارش ها تنها گوشه ای از واقعیت وحشتناک موجود در افغانستان زیر کنترل طالبان است این جبهه ضد طالبان به حضور گروه های تروریستی نقض گسترده حقوق بشر و جنایت های سازمان در افغانستان اشاره کرده است و گفته است منطقه به جهان با شرایط پیش از 11 سپتامبر 2001 مواجه هستند به گفته جبهه تمامی زمینه ها برای مداخله بشر دوستانه جامعه بین المللی در افغانستان مساعد شده است <متحد> نماینده ویژه پاکستان تصور آمدن امنیت به منطقه پس از خروج ناتو از افغانستان اشتباه بود نماینده ویژه پاکستان برای افغانستان گفته است این تصور که پس از خروج نیروهای ناتو از افغانستان امنیت در منطقه به وجود می آید نادرست بود آصف دورانی گفت حملات طالبان پاکستانی 65 درصد و حملات انتحاری 500 درصد در پاکستان افزایش یافته است به گزارش روزنامه دان وی افزایش حملات تحریک طالبان پاکستان از خاک افغانستان را نگرانی جدی برای پاکستان خوانده است او گفته است نکته نگران کننده دیگر مشارکت اتباع افغانستان در این حملات است آقای دورانی در کنفرانس بین یک روزه پاکستان در چشم انداز جیوپلیتیک در حال ظهور که توسط مؤسسه مطالعات استراتژیک اسلام و مؤسسه آلمانی فدریش ایبرت برگزار شده بود صحبت میکرد او گفت پاکستان از, از زمان تهاجم ارتش شوروی از تحولات در این کشور رنج میبرد نماینده ویژه پاکستان گفته است نظم جهانی پس از یاز سپتامبر تحت تاثیر منفی بر پاکستان گذاشته است دورانی گفته است جدا از دست دادن جان میان 80 هزار شهروند پاکستان از جمله 8 هزار پلیس از این اقتصادی این جنگ برای پاکستان 150 میلیارد دلار برآورد شده است نماینده پاکستان گفته است افغانستان برای بیش از 4 ده بیک عامل تعیین کننده در پارادایم منطقه پاکستان تبدیل شده است او در مورد چشم انداز آینده پاکستان در زمینه منطقه گفت در حالی که همسایه شرقی ما هند احتمالاً به تعقیب سیاست‌های ضد پاکستانی خود ادامه میدهد مرزهای غربی در کوتاه مدت تا میان مدت یک عامل تحریک کننده قابل اجتناب است آقای دورانی گفته است با دیپلماسی ماهران پاکستان میتواند بر مشکلات خود با افغانستان از جمله چالش تحریک طالبان پاکستان غلبه کند در طول دو دهه حضور نیروهای بین المللی در افغانستان حمایت پاکستان از طالبان نقش تعیین کننده در بازگشت دوباره این گروه به قدرت داشت پاکستان امیدوار بود با بازگشت طالبان به قدرت از خشونت طالبان پاکستانی و دیگر گروه های شورشی در این کشور کاسته شود به خصوص اینکه پاکستان روی حمایت و همراهی طالبان افغان حساب کرده بود اما تحولات دو نیم سال گذشته نشان داده است که تصور پاکستان از همکاری طالبان افغان اشتباه بوده است و این گروه حاضر نیست به این زودی به متحد خود طالبان پاکستانی پشت کند حمله جبه مقامت ملی افغانستان بر یک ایست بازرسی طالبان در کابل در مقامت جبهی وی چه پا طالبانو پا یو بازرسی ایست برید د دې جفه وینا د پیخه د چهار شنبه پورس د چهل راهي شهید او چهل راهي تیمني په 15م امنيتي হাউزي واقع شولیدي په دې بریرید کې یو و طالب مر او دوه طالب جوړبل شو بو سپاس از امراہیه شما بخښ بخیر خدای نګاه